دین را وسیله نفاق قرار ندیم، بلکه دین وسیله اتحاد ماست. فهم ما که از دین غلط شد، از دین وسیله اختلاف جور میکنیم، از دین وسیله اختلاف جور میکنیم. پس شما میبینید که آنانی که دین را غلط میفهمند، به نام دین جنایت میکنند، صف واحد را مشکنند، محبت را به نام دین از خود دور میکند. بس تاپا در دستش است، با اشکال مختلف، با تعبیرهای مختلف ما شما را از هم دیگر دور میکند. چیزای بسیار کوچک را عنوان میکند و سبب اختلاف در ما بین امت میشوند. ما عملا میبینیم در یک صف قرار داریم، مسلمانیم، تربیت ما که غلط شود بعض از عینک خود میبینم. اگر رفع الیدین کردی خوب مسلمان، اگر رفع الیدین نکردی خراب مسلمان. و دیگه شکی که میبینیم، اگر صوفی بودی خوب مسلمان، اگر صوفی نبودی خوب مسلمان نیستی. و دیگه شکی میبینیم، اگر بستره در پشتت بود خوب مسلمان، اگر بستره در پشتت نبود خراب مسلمان. اگر حنفی بودی خوب مسلمان، اگر سلفی بودی خراب مسلمان. الا حول ولا قوت الا بالله. چی جور کرده نزیدین؟ دین مقبول سبب تفرق، سبب اختلاف، سبب دوری مسلمان ها از یک دیگر، در حالی که رب ما پروردگار عظیم برای ما و شما اسلام را به عنوان دین فرستاده است. ان الدین عند الله الاسلام. دین ما اسلام است، ولی ما چی تعبیر از دین میکنیم؟ در ماه مبارک رمضان، ماه عبادت، ماه خود ساختن، ماه توجه به الله متعال، این ما را وسیله اختلاف گردانیدیم. 20 رکات بخوانیم، 8 رکات بخوانیم، جنجال را ایجاد کردیم. هیچ کدام ما نمیاندیشیم که عزیزم، ای تراویح که ما تو میخوانیم، خود تراویح چی است؟ چی جایگاه دارد؟ برادرم یک عمل نافل است، نفل است. اگر هیچ نخوانیم چی میشود؟ آسمان پایین میشود. بنان ما از این چی جور کردیم؟ قال مقال در مسجد خدا، در خانه خدا، خانه امن، ایرا امن ساختیم، توهین، تحقیر، دشنام ایرا ما دادیم. جالب است که هر دو فریق هم خوش است که ما برای دین کار میکنم. خیالش میاد که این قدم هایست برای نشر دین. ببینین عزیزم، اختلاف شد نشد؟ پس دینم که غلط فهمیدی سبب میشود که از هم دیگری جدا شویم، دور شویم. ما یه اختلاف ما شماست.